با سلام و درود به دوستان، عزیزان، یاران و همکاران و تمام شنوندگان و بینندگان. در هفته گذشته مناظره آقای غنی نژاد، موسی غنی نژاد و آقای رحمانیان و آقای پسر آقای کی آیت الله کاشانی در یکی از کانال های تلویزیون ایران پخش شد و صحبت های عجیب و غریبی درش بود. یعنی به شدت از اینا شرکت نفت ایران انگلیس دفاع کردن. قبلا هم عرضه کرده بودن یه طیفی هستن که در حقیقت از شرکت نفت ایران انگلیس که شرکت خصوصی بود دفاع کردن و طوری صحنه آرایی کردن که گویا این مصدق بود علی شاه کودتا کرد بدون سوخ برای شاه و این CIA نبود، این انتلیجنس سرویس نبود، این اون تشکیلات مخوف انگلیسی ها نبودن تو ایران، از تشکیلات به نام برادران رشیدیان و نماینده های مجلس، نماینده های انگلیس، مطبوعات و این چیزهای و جنرال ها و تمام چیزا نبودن. این مصدق بود که با قول من داشت کودتا میکرد علی شاه. خب و اهمیت نفت رو در سطح کالای متعارف میارن پایین ها تا اهمیت این نفت ایران رو برای استراتژی انگلیس در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ به شدت کاهش بدن. اهمیت نفت که یک سلاح استراتژیک بوده در این دوران، برای اینکه به این قضیه توجه داشته باشیم می‌بینیم که به خصوص از به خاطر این نفت قرارداد تقسیم ایران قبل از جنگ جهانی اول دو بسه تقسیم میشه، توافق میشه بین ایران و روسیه، روسیه تزاری. به خاطر چی؟ به خاطر که نظر اونا این بود که آلمان داره آماده میکنه خودش برای جنگ و این یک چیزی که داشتن نام و تدارک آماده باش خودشونو برای جنگ جهانی اول اعلام کرد، بخصوص که آلمان کشتیاشو به یعنی برخی از کشتیاشو به نفت مجزا کرد، چون آلمان ها اولین کشوری هستن که موتور درون سوز رو درست کردن، موتور دیزل رو، موتور درون سوز رو. تا قبل از اون کشتی ها با موتور برون سوز با بخار چیز حرکت می کردن، با نیروی بخار، که همین مثلا باعث شد که بلافاصله انگلستان به وحشت بیاد، چون از نظر سرعت گره دریایی نام بالا به شدت بالا میره در مقابل کشتی های بخاری و انگلستان هم در سرزمین خودش نفت نداره. آمریکایی ها نفت دارن، نفت باکو هست که
بسیار در اونجا نوبل که برادران نوبل دارن امتیازشو نفت برمه اینا هست که شرکت شل داره که مال خاندان روچیلد هست، ولی در صورت نمیشه کاملا اطمینان کرد با مالکیت و کنترلش. این نظر مسئله نفت ایران، مسئله نفت عراق از اینا در دستور کار جدید انگلیسی ها قرار میگیره که در صورت موفق میشن در اولین بار در خاورمیانه در ایران در منطقه نفتون مسلمان چیلشون رو به نفت بده. خلاصه از نظر چرچیل قرارداد نفت شرکت نفت تازه بنیاد انگلیس و پارس که اول انگلیس و پارس بود از امتیاز نفت برخوردار شد، شروع به استخراج معادن نفت از انبار خاک ایران کرد. وینستون چرچیل استخراج این نفت را جایزه از سوی سرزمین پریان و فراتر از هیجان انگیزترین رویاها برشد. انگلیسی ها با تشخیص ارزش بی حساب این منبع جدید در 1919 با قول من قرارداد سفت و سختی به اصطلاح بستن که در دوران احمدشاست که به اصطلاح این چیز رو در اون دوران یعنی چین اهمیتی شد چون میدونستن در اون موقع چرچیل وزیر دریاست که جنرال یا دریادار فیشر رئیس وزیر دریاداری بود و چرچیل هم معاونش بود. چرچیل به طور اخص روی نفت سرمایه گذاری میکرد و دخال سنگ میگه دورش تمام شد. با این توجه هست که نفت برای انگلیس حیاتی میشه. به همین دلیل در صورت گفتم که موتورهای اعتراق در اون صورت به زودی انقلابی در همه زندگی بشر وجود بود. از این رو کنترل نفت برای سوخت آنها ضروری بود. کلید دروازه های قدرت جهانی نفت بود. پیش از این در پیرامون دریای خزر هند شرقی اندونزی باشه که مثلا دست هلندیا بود و اینا کش شده بود، اما انگلیس چیز دارد. و مهمتر از اون که 5 سال بعد بر اثر از تاکید دریان لرد اول دریانوردی بریتانیا بعدش که چیز شد چرچیل شد، انگلستان 2 میلیون پوند هزینه کرد تا 51% از سهام این کمپانی را خریداری کنه. بچه 51% مال دولت انگلیس برخلاف اون چیزی که تیپایی مثل آقای مرتضی علی نژاد، مثل مشتی زاده، مثل این تیپا که سعی میکنن یه شرکت خصوصی با بسیار دستاورده زیاد ترقیش کنن که اگر ما ملی نمی کردیم و بدعت به قول بدعت شوم مصدقی بود که نفت ملی کرد یا دولتی کرد که تا امروز گریبان ما رو گرفته همین به خاطر این بوده. چرچیل تأکید کرد که تسلط بر شرکت خود جایزه چین قماری است. تا نیم قرن بزرگترین پالایشگاه نفت جهان پالایشگاه آبادان
در جزیره متروک آبادان که مالی کردشم مال شیخ حدسر بود که یه مقدار زیادی از جزیره رو از شیخ حدسر خریدم. این دقیقت قرار داد با شیخ حدسر و اینا و خانه بختیاری بود، یعنی 16% دو مال دولت ایران، 8% خانه بختیاری میگرفت. در صورت جنگ اون خص خصوصیات نفت رو به شکل عظیمی افزایش داد. لورد کرزون در مورد متقلین یه سوار بر امواج نفت در پیروزی شناور شد. ده سالهای جنگ مقدار نفتی که از آبادان جریان یافت به تدریج افزایش یافت و کمتر از 300,000 تن در سال 1293 شمسی به 5 برابر میزان 1299 رسید. در صورت اهمیت نفت تا این حد و تو جنگ جهانی اولم تمام آمارای جاست که وقت نمیگیرم، نمیتونم وقت زیاد صرفین بکنم. آمارهای جنگ کاملا اثبات میکنه که نفت چه نقش تعیین کننده در جنگ داشت. به عنوان مثال جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری ها، فروپاشی عثمانی، تسلط انگلیس بر خاورمیانه، همه اینا را اتفاق افتاد. مسئله اورشلیم، مسئله تمام اینجا با نفت ایران رقم و همینقدر بس که جنگ تا سال 1916 به قول من جنگ منجمد شد، جنگ سنگری شد و طرفه نمیتونستن این بر و پیش روی کنن. اولین تراکتورهای کاترپیلر رو به صورت تانک در آورد و سوخت کم دفتش مشتقات نفتی و تونستن سنگرها رو بشکنن. به تحول شگرفی در جنگ وجود آورد نبرد تانک ها. یه ژنرال فرانسوی هم که تو جبه چیز بود اولین ترابری چی رو ایجاد کرد، زمینی رو که نیروهای آلمانی رو متوقف کنه و تاکسی های پاریس رو 3,000 تاکسی رو مصادره کرد و گفت اینا باید همه برن جبهه های جنگ بون سرباز ببرن و اولین چیز در اونجا وجود بود، ژنرال مارتینلی فکر کنم. و طوری بود که اولین هواپیمای نظامی باز در جنگ جهانی اول برکت در آمدن، این نفت در زمین و فضا و اینا و اولین زیر دریای آلمانی و کشتی های جنگی با وجود اومدن، این نفت در زمین، آسمون، دریا، زیر دریا نقش کلیدی بود و برای انگلیس هم تمامش از نفت ایران. و وقتی که اینجا چیز میکنین انگلیسی ها تاکید میکردن که باید نفت به قیمت ارزون به دست ما برسه و تاکید داشتن روی این مسئله که ناوگان دریای جهان ما باید نفتش نباید دو برابر باشه، باید ارزون باشه. در سال 1917 در 1913 چرچیل در پیام پارلمان که روزنامه تایمز را سندی معتبر در مورد منابع نفتی خان گفت، گاهی فراترمش گفت اگر نتوانیم نفت به دست بیاریم نخواهیم توانست به خله و پنبه و هزار کارهای دیگر که برای بریتانیا لازمه و نفت اون به اصطلاح دسترسی پیدا کنیم. و این وضعیت است که نفت به یک مسئله اساسی تبدیل شد.
اما در جنگ جهانی دوم که ماشین و انسان در جنگ بودن، یا به قول موتور و اکتان، اکتان یعنی درجه آرام سوزی، برتری انگلیسی ها در این بود که نتونستن بنزین با اکتان، یعنی آمریکا یا در حقیقت اول با اکتان بالا 100 اکتان برسه به دست بده، اگر نه تکنولوژی سرای آلمانی، هواپیمای آلمانی بالاتر بود، ولی بنزین و اکتان 100 نداشتن و به همین دلیل بنزین و اکتان 100 باعث میشه که سرعت هواپیما رو به شدت بالا ببره و در نتیجه برتری کامل در هوا رو به دست آوردن. دو چیز پارسی نشد، یکی آمریکایا کشف رمز دستگاه رمز ژاپن را به دست آوردن و انگلیسی ها کشف رمز آلمان ها را به دست آوردن و این برتری کامل میشون داد، چون ناوگان ژاپن کاملا پراکنده بود دریای آرام، اقیانوس آرام و سرسخت تونستن حمله به پرل هاربر بکنن. بعد از اون بسیار تونستن امریکایی این رمزی به صلاح چیزشون رو کشف بکنن. خلاصه این وضعیتی بود که به وجود من در صورت نگاه بکنیم، وضعیت کارگران نفت در اون موقع به صلاح چیز بود، به شدت وضعیت بدی داشتن. بنابه این وضعیتی که در دوران ملی شدن نفت بود، به اصطلاح مویسان سیاستگذار بلند پایه وزارت خارجه در یادداری انگلیس بود و تا یک کمیته کاری برای ایران، برای مسئله نفت ایران وجود آورد که بررسی کنم که با ایرانی ها چه برخورد. کمیسیون ویژه که به این مسئله پرداخت که قول معروف این کمیسیون به این نتیجه رسید، روانشناسی ایرانیان از دیدگاه انگلیس به مورد توجه آقای غنی نژاد باشه که این خصوصیات تماما به رویات آقای غنی نژاد میخوره که عالم معاونه، خودشو جنرال اقتصادی میدونه، خودشو تئولوژ میدونه، ایدئولوژ میدونه، خودشو همه بررسی میکنه، روی تاریخ نفت اصلا نخونه یا توجهش نداره که این کالا چه اهمیتی برای انگلیسی ها داشته و چه پیروزی های از در نفت در آمده به حساب جیب ایرانی ها. اما این کمیسیونی که تشکیل شده که به مسئله ایران و ایرانی و مسئله ملی شدن نفت بپردازم، میگه گفته ایرانی ها چجوری هستن که باید باشون متناسب با این رویه برخورد کنیم. عدم صداقتی بیشرمانه که شامل اصلاح طلب ها، شامل عشقین ها که انگلیسی هن کاملا میخونه، عدم صداقتی بیشرمانه، دیدگاهی تقدیرگرایانه و بیتفاوتی به رنج و حرمان. ایرانی معمولاً بی مصرف، بی اخلاق، مشتاق به قول و قول دادن چیزی که میداند ناتوان است یا فاقد قصد انجام آن را دارد، گرفتار مسامحه و دفع الوقت، فاقد ثبات قدم، خوشکار و انرژی، اما پذیرا و پاسخگوی نسل، یعنی به خرج دیگران میخواد دست رو برقرار کنه، همونطور که الان میبینیم که به خرج دیگران نظم میخوان، بران میخوان که غارت کنن، دزدی کنن. الان شنیدم که دوتا شیر از باغوش مشهد، از باغوش گیلان، مازندران دزدیدن، بردن، فروختن به یک کشور خارجی. اگه این باشه دیگه شیرا مسئولیت ندارن غیر از این کالاهایی که
به صلاح عشق دلار کشته مرا که فیل و مملکت و همه چی رو میفروشم. به ان ایرانی دستیزه باز و آماده کلی بافی و بی صداقتی است. هر زمان که منافع بر او قابل تصور باشد، اگرچه وی در دروغگویی موفق است، انتظار باورپذیری هم ندارد. میگه جزء ذاتش، همونطور که آقای مرعشی میگه مثل قدرت تو ذات ما، تو ژن ما، از این خصوصیت رو بیان میکنه. این هم تو ذاتشونه. به ایرانی به راحتی معلوماتی سطحی از مسائل فنی به دست می آورد و خود را با این باور می فریبد که به عمق مسئله دسترسی پیدا کرد. خب اگر این مسائل رو کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که به قول معروف نه نسبت به انی آقای غنی نژاد بیش از آن که دلش برای چرچیل میسوزه، دلش برای شاه میسوزه، دلش برای این اثر میسوزه، پس کارگر آبادان در اون سالها چگونه است؟ دستمزد 50 سنت در روز، هیچ حقوق و مرخصی نداشتن، مرخصی بیماری پرداخت جبرانی برای از کار افتادگی در کار نبود. نه تا اون بعد از ملی شدن نفت اینا قانون کار ایران را یادی کردن. زمان انگلیسی ها این وضعیت دیگه بود. کارگران در مرحله فقیر نشینی به نام کاغذ آباد، بدون آب لوله کشی و تجمراتی مثل یخچال و پنکه زندگی میکرد. در فصل زمستان زمین از آب پر و تبدیل به دریاچه کم عمقی میشد. گلولای شهر تا زیر با چیل میسید. در صورت وقتی ریزش باران متوقف میشد، ابری از مگس و پشه و با بالای گزنده بلند میشد. تابستان به ناگهان فرا میرسید. گرمای سوزان و بدترین گرمایی بود که تا کنون دیده بودم. این رو آقای منوچهر فرمان فرمایان که بس کارشناس نفته اینا رو تا اون با چش خودش اینجا مشاهدات رو خودش رو بیان میکنه. مدیر انستیتوی نفت ایران 1328 اینا رو بیان میکنه و او در گرمای داغ تابستان همچون کوره دم به اصطلاح چیز آجر پزی به اصطلاح تجسد می آدم ها می خانه های کاغذ آباد از بشقه های زنگ زده و سرم بندی شده با چکش صاف شده اینا دو اون دیگه وضعیت وحشتناک و در این گرماگر هر روز 20,000 بشکه و سالانه 1,000,000 تن نفت به هیچ ملاحظه حساب کتابی به اصطلاح استخراج میشد و به وضعیت چیز رو به اصطلاح به خودش میگیره. خلاصه این مسئله میخوان جو فضای اون من به اصطلاح محیط رو بازگو بکنیم که ببینید که ایرانی ها در چه شرایطی بودن و اسیان کارگرای نفت که سال 1325 اسیان کردن و این وضعیت هم ناشی از مسئله بود که وجود بود و در صورت آقا انگلیسی ها شرکت نفت انگلیس ایران مثلا عشایر عرب رو مسلح کرد به جان این بیش از 8-90 نفر کشته شدن و 100 نفر 200 نفر زخمی شدن. یعنی چنین اختیار داشت که عمل بکنه در وضعیت
چین رو حتما کسانی که آشنا به نفت هستن، موضع بریتانیا رو به صدا آقای فاتح، کسی بود که دستیار نوردکرافت، بلند پایه‌ترین عضو ایرانی شرکت نفت، در چندین دهه با انگلیسی ها کار کرده بود و وفاداریش هم کاملا اثبات کرده بود انگلیسی ها. در مورد این جو اون دوره توضیح میده. یه نامه به سرا پرحساس 23 صفحه برای ادوارد الینگتون عضو هیئت مدیره شرکت می نویسه. او از هنگامی که مأمور تهران فرستاده شد بود، آقای الینگتون فرستاده شد می شناختش. این نامه هشداری گویا برای مبنا بود که شرکت نفت انگلیس ایران باید ناسیونالیسم و آگاهی سیاسی رو که رو به اعتراض در مردم آسیا ببینه. در صورت هند به استقلال رسیده، هند آسیای قاره شامل پاکستان، هندوستان، بنگلادش، اینا همه آسیای قاره هند. و این موج به استقلال خواهی جو آسیا رو گرفته و آقای غنی‌زاده متاسفه چرا این موج اومده تو ایران که ما ایران ایرانی ها استقلال ناسیونالیسم ایرانی رشد کنه و اینا. این نامه هشدار دهنده است. میگه جو آگاهی سیاسی و رو به اعتراض مردم آسیا رو باید شرکت انگلیسی ها بشه به رسمیت بشناسن و گستره آینده نگری تأمل دیدگاه های دیگران را و تفکر روشن خود را برای پریز از فاجعه باید نشون بدن. تو واقعا آمریکایی هم بارا بهشون گفتن که بابا دیگه دوران استعمار قدیم تمام شده، الان وضعیت جدیدی هست. و تقابل آمریکا و انگلیس در این مورد که خواهان وضعیت جدید است. حالا توضیح میدم اگر فرصت شد. و گستره آینده نگری تأمل دیدگاه دیگران و تفکر روشن برای پریز از فاجعه را پیش بینی میکنه. و اتحاد شرکت با طبقات حاکم فاسد، دیوان ساران زارو صفت را آجبار، منسوخ و ناکارآمد توصیف کرد. یعنی جو سیاسی اون موقع هم درستی توضیح داده که با انگلیسی‌ها دستشون توی کاسه است. فاتح گفتش که هنوز هم تایید نهایی قرارداد الحاقی در مجلس امکان پذیره، به شرط آنکه شرکت در مدان تجدید نظر بود و سهم طرفین رو 50-50 در قرارداد کوتاه کنه. خب می‌دونیم که آمریکایی‌ها بعد از جنگ قرارداد 50-50 رو آوردن تو خاورمیانه با عربستان، با ونزوئلا، با اون مناطقی که چین داشتن. یعنی 50%، خودشون 50% یک از نظر قرارداد یک بمب اتمی بوده توی این قضیه، ولی انگلیس تن نمیداده و اینکه سهم ایران 16% باشه. و این باعث شد که این طغیان صورت بگیره، مجموعه اینا، و چسبیدن که ما چین عوامفری بوده، فلان بوده. و پیرا مکتب قائم مقام فراهانی گفته که به مردی و نامردی باید حقمونه بگیریم، یعنی کلک به اینا رو هم به کار ببریم. حالا اینا میگن مصدق قش میکرده، فران میکرده، ریاکار بوده، پوپولیست بوده، تمام از تمام برای منافع ملی تمام ترفندهای که در توانش بوده به کار میبرده.
خب این وضعیت رو من میگم که اون مامورین مستقیم و خود انگلیسی ها باز با وجدان تر بودن، یک کم بوی ایرانی رو داشتن، ولی متاسفانه باید بگم که این وضعیت در مورد ما صدق نمی کنه امروزه. و امروزه تعجب آوره که با این ابعاد این هم من به اندازه کافی قبلا در مورد مسئله صحبت کردم، یعنی در مورد مسئله تسلطم به طور نسبی دارم که حداقل اینا برم تاریخ کتاب تاریخ نفت رو بخونن که به قول معروف دانیل لیرکین اون رو بسه نوشته که تاریخ مفصلی است در مورد اهمیت نفت در جنگ ها اینا همه چیز است. و این مسئله حتی شکست آلمان، شکست ژاپن و اینا رو در ارتباط با مسئله نفت دقیقا توضیح میده. خب و برتری انگلیس هم و تسلط بر نفت است که از ایران میاد و بعد از جنگ هم به اصطلاح یکی جنگ کره به وجود میاد که اولین و خاصم جنگ سرده که گرم میشه و اونجا باز 40% این چیزای سوخت جنگ کره از پارشگاه آبادان میره. خب و به خاطر همینم آمریکایی ها با تر انگلیسی ها موافقت نمی کنن برای اشغال نظامی. خب که تر داشتن که به اصطلاح ایران رو اشغال نظامی کنن، تر ایگرک معروفه که این نه با خاطری که به اصطلاح ترومن هست یا فلان، بلکه به خاطر این که نمیخواستن که اونجا میجنگن این مسئله پارشگاه و نفت به اصطلاح برای اونا دردسر ساز بشه. وقتی که آیزنهاور میاد با انگلیسی ها در صورت انحصار انگلیسی رو میشکنن، سام چیز میکنن و 40% سام چیز نفت ایران رو شرکت های آمریکایی میبرن، 40% هم انگلیسی میبرن و 15% هم رویال داشل میبره و 5% هم فرانسوی ها اینا میبرن و کنسرسیوم رو وجود دارن، یعنی دست جمعی غارت میکنن. خب و در مورد این مسئله که کودتا چیز بودن، فقط اینو بگم، فقط توی خانه بختیاری تو منطقه بختیاری صدا هزار تفنگ و میلیون ها فشنگ تقسیم شده بود که برکت در بیارن، چون ثریا زن پادشاه است و ایلات بختیاری هم تمام در خدمت این قرار گرفته، توی ارتش، توی همه چی. و در صورت وارد جزئیات نمیشم در این قسمت. با آقای سمیر نظر شما در مورد این مسئله چی هست؟ چرا این روزا به شدت تر شده که از انگلیس دفاع میکنن در صورتی که آمریکا درست مانند انگلیسی ها چیکو تحریم نفتی بستن، تحریم کردن که تحت عنوان که به مالک نفت انگلیسی هستن یا شرکت انگلیسی هست و علاوه بر اونم شرکت های امریکایی را برای که مصدق زیر فشار قرار بدن تحریم نفتی کردن و اتفاقا درست همه الان همه اینجوری هست و با تحریم نفتی جبهه ملی شروع کرد متلاشی شدن و مردم مایوس شدن و به اصطلاح امریکا انگلیس هم این کاری چه اینجوری به نام همون شرایط رو نمیبینین چه
که اینا دست به یکی کردن. درست در را داره هم امروز هم پیاده میشه، در خدمتتون هستم. بله حضرت سلام، یه ذره که من حسنا قطع وش میشه حالا صحبت میکنم ایدارم که حرف نشه. آقای غنی نژاد خب یه چیزایی رو میگه، یه چیزایی رو نمیگه، یه چیزایی هم مثل نمیگه و نهایتا اون نتیجه گیری که میکنه نتیجه گیری معکوس هست با اون چیزی که واقعیت داشته، عکسش به نتیجه گیری خاطر اینکه اون چیزایی هم البته با عکسش چیزای درستی هم هستش، نکات درستی هم هست، ولی مثلا ببینیم اشکال کار از اون ملی شدن نفت نبوده، یه اشکال کار کلا از ملی شدن صنعت نفت بوده. خب کشورهایی بودن که ملی کردن نفتشون رو خیلی نتایج خوبی هم گرفتن، در همون شمال اروپا مواردی داشتیم، ولی الان کشورهای عربی هم این کارو میکنن. اشکال کار کانال سوئز من مهمترین چیز بوده. بله اشکال کار از اون قسمتیه که آقای غنی‌نژاد اشاره نمی کنه. ببینید شاه موقعی که قیمت نفت رفت بالا دلایلی قیمت جهانی نفت رفت و درآمدهای خیلی زیادی یه دفعه سرازیر شد به ایران، شاه عجله داشت، میخواست سریع توسعه پیدا کنه کشور، میخواست به دروازه‌های تمدن بزرگ برسه دیگه، و برای اینکه این برنامه ها رو بخواد با سرعت اجرا کنه خب پول لازم داشت. پول هم خب پول داخل کشور ریال بود، ریال نداشت، خب چیکار کنیم؟ این همه دلار داریم، این رو تبدیل میکنیم به ریال، یعنی دلار شد پشتوانه ریال، چیزی که ریال چاپ کردن و تزریق کردن به اقتصاد برای اینکه اون برنامه های بلندپروازانه رو اجرا بکنه، و چون اقتصاد ایران کشش نداشت برای اون حجم نقدینگی طبیعتا تورم به وجود اومد، و این تورم که رفت بالا، قیمت ها شروع کرد گرون شدن بالا رفتن، تبعات اجتماعی داشت براش. اینجا بود که اومد دوتا کار کرد، این بدعتی بود که شاهنشاه آریامهر به قول سیاست سلطنت طلبان گذاشت و هنوزم همون رویه ادامه داره. اول اینکه دلار رو کرد پشتوانه ریال و بودجه رو روی درآمدهای ارزی شروع کردن بستن، و دومی که وقتی این قضیه که خودش تورمزا هست اثر تورمیش مشخص شد، اومد دو تا کار رو انجام داد. یکیش واردات بود، شروع کرد به شدت واردات کردن انواع اجناس و کالاها از خارج که بیاد از طریق افزایش عرضه کالاها قیمت رو کنترل کنه، بیاره پایین، تقاضا رو جواب بده از طریق واردات، که دقیقا الان هم همین کار رو میکنن، اون سوبسیدی که به واردات داده میشه و علت اصلی که تولید در ایران سرکوب میشه همین قضیه است. و دومین کاری که شاه کرد قیمت گذاری دستوری بود، که اومد گفتش من ارتش رو بفرستم تو خیابونا که با گرانی مبارزه کنن، یه سیاست پوپولیستی عوامگرایانه خیلی بیمنطقی که فقط خواهد نشون بده خیلی اقتدار داره و خواهد قیمت رو با گرانی رو با دستور بفرموده از بین میبره. این همون کار الان نئوکمونیستای مرغی تو دولت آیه سید ابراهیم رئیسی هنوز که هنوزه دارن انجام میدن، حالا تو دولت های قبلی هم البته بودش، الان دیگه اوج گرفته دیگه خیلی کاملا با یه شدت بیسابقه دارن این کار انجام میدن، که این هم اتفاقا خاصیت ضد تولید داره، برای اینکه تولید کننده وقتی ببینه که قیمتی که میخواد عرضه بکنه بفروشه با قیمتی که براش سطح اقتصادی داشته باشه همخونی نداره، خب تولید نمیکنه، ولی دیوانه است میره یه کار دیگه میکنه، پولش رو نمیندازه توی کاری که ضرر داره یا سودش هاشی سودش پایینه. این کاری بودش که اون موقع بدعتی بود که شاهنشاه گذاشتن و همچنان هم ادامه داره. حالا بعضی ها میان میگن تحمیم ها اون ظالمانه
جمع کنی خودتونه. تحریم کجا بود؟ زمان قبل انقلاب مگه تحریم داشتیم؟ این همین سیاست آخر. بعضی الان توجیهشون اینه، میگن که ببینیم ما چون در حال جنگ اقتصادی هستیم، چون تحریم شدیم مجبوریم قیمت گذاری دستوری بکنیم. خب این همون سیاست دیگه اون زمانم بود، اون موقع مگه تحریم بود؟ مگه جنگ اقتصادی بود؟ برنامه توسعه بودش دیگه، برنامه غلطی بود که اون موقع میگم بدعتش رو شاه گذاشت. به قول یه اصطلاحی دارم میگن جن از بطری اومد بیرون، دیگه نمیشه کنترلش کرد. برای یه نسبت های اقتصادی رو به هم زد و اقتصاد سیاسی رو متحول کرد، یه منافعی شکل گرفت حول این رویه که دیگه اجازه نمیده این رویه تغییر کنه. و اتفاقا یکی از عواملی هم که دخیل بود در رخداد انقلاب سال 57 همین قضیه بود. و جالبه که بعد از انقلاب این قضیه خیلی شدت گرفت، به خاطر اینکه بازاری ها، میدونین شما بازاری ها در نظام جمهوری اسلامی نفوذ خیلی زیادی پیدا کردن بعد از انقلاب. اون نفوذی که بازاری ها داشتن بعد از انقلاب، قبل از انقلاب به این شدت نبود. و یکی از سیاست هایی که شروع کردن پیگیری کردن این بحث برتری یافتن تجارت، و تجارتی میدونم عمدهش وارداته دیگه، حالا صادرات خیلی به اون صورت معنی نداره، مگر همون صادرات نفت و گاز و اینها. تجارت به معنی واردات، برتری نسبت پیدا کرد نسبت به تولید. و توجیه سیاسی هم که برای میتراشیدن از اول و همچنان هم میتراشن، بحث معیشت مردم هست که میگن مردم برای اینکه معیشتشون تامین بشه، رفاه حاصل بشه برای مردم، ما میایم از خارج اجناس و کالاها و نیازهای اساسی، کالاهای اساسی مردم رو وارد میکنیم، در اختیارشون میذاریم که اون مردم خوب ما بتونن رفاه داشته باشن. خب این میشه سرکوب کننده تولید داخلی، سرکوب کننده صنعت، ترمز صنعت و دلیل اصلی که کشور در قیاس با کشورهای دیگه‌ای که توی این مدت گام‌های خیلی عظیمی برداشتن و جهت صنعتی شدن کاملا عقب افتاده و عقب مونده است. البته اقتصاد ایران خیلی پیچیده است، در یه جهاتی پیشرفت‌هایی داشته که اون دلایل خاص خودش رو داره، ولی در نگاه کلان و کلی ما میتونستیم خیلی جلوتر از این باشیم. و علت اینکه نیستیم دقیقا همین نکته است که رفتیم به سمت اینکه درآمدهای ارزی رو برای مصرف، برای یارانه به مصرف هزینه بکنیم و به جای اینکه بریم سرمایه گذاری کنیم برای فراهم کردن زیرساخت‌هایی که خودشون تسهیل کننده صنعتی شدن و انقلاب صنعتی میتونستن باشن، و همچنان هم همین اینطوره. به جای اینکه بیایم الان ارز رو بریم هزینه بکنیم برای اینکه زیر ساختای فرض بفرمایید مثلا آبرسانی رو در کشور توسعه بدیم، همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همشون دارن از همین آب دریا، آب اقیانوس، آب خلیج فارس برداشت میکنن میرن، چون رودخانه نیست اصلا، رودخانه ندارن، آب سرزمینشون بیابان آب و علف درهوت. برید ببینید چه سرسبز شده، چه باغ‌های واسطه‌ای درست کردن، اصلا آدم هوش از کلش میپره میبینه. کشاورزی دارن میکنن، اصلا مشکل آب شرب ندارن. اینها این زیرساخت‌ها رو چون یه وضعیت دارن، اونم انرژیه، با همون وضعیت انرژی و درآمد نفتی که هزینه شده برای ساخت و توسعه زیرساخت‌ها، مشکل آبشون رو حل کرده. حالا عربستان سعودی مشکل آب نداره، امارات مشکل آب نداره، عمان مشکل آب نداره، البته عمان بذاره ادیش بهتر، قطر مشکل آب نداره، ما که این همه منابع آب داریم، بحران بیابی شده یکی از بحران‌های اصلی و اساسی کشور. استان سیستان و بلوچستان با این همه ظرفیت فوق‌العاده کنار دریا، زمین‌های حاصلخیز، الان لنگ این مونده که طالبان حقابه ایران رو از رود هیرمند نمیده. الان اصلا یه چیز فکاهی مضحکیه.
چرا؟ چون صدها میلیارد دلار ارز رو به جای اینکه بیایم هزینه کنیم توی این جاهایی که درد اصلی کشور، اون جایی که باعث پیشرفت کشور میشه، مشکلات امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، همه چیز با این پولا که داریم میتونه حل بشه، میریم یارانه میدیم، ارز ترجیحی مرغ بشه، نمیدونم. بله صداتو نمیاد. بله این از دل همین ها. البته اون وزیدی که در مورد شاه فرمودین به اصطلاح پریدین 20 سال در آینده، یعنی اون وزیدی که میگی کاملا درسته، ولی کودتا پریدی، ملی شدن پریدی، تشکیل کنسرسیون پریدی، و در صورت این وضعیت استثنایی که به وجود اومد سالهای دهه 68 70 هست که قیمت نفت از 90 سنت 90 سنت به 1 دلار و 30 سنت میرسه، بعد یه مرتبه جهشین 12 دلار میشه که اونم دلایل خاص خودشی داشت که مربوط به این میشد که آمریکا و انگلیس، آمریکا تو آلاسکا نفت به دست آورده و اونجا هزینه استراتیجیش خیلی بالاست، 8 دلار 9 دلار هزینه بس چیز میکنه، اینکه اونجا هست نفتش هزینه، برای که نفت دریای شمال هزینهش بالاست، یکم نفت سیبری هست هزینهش 8 دلار 9 دلار هست، که بعد به خاطر این مبنای قیمت گذاری نفت دیگرگون میشه که به اصطلاح به وجود بیاد، و این فرصت طلایی است برای ایران که میتونست موقعیت خوبی پیدا داشته باشه. البته شاه قول معروف همین دچار تنگنا شد، یعنی کالاهای مصرفی زیادی که چون واردات سه نوع است، واردات کالاهای مصرفی، واردات کالاهای واسطه‌ای و واردات کالاهای صنعتی، یعنی کارخونه وارد کنیم فلان کنیم یا کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه فلان کار بشید، این طوری در این دوره زیاد شد که ساختارها به بنبست کشوندش. یعنی چی؟ یعنی کشتی به اندازه کافی نبود، بندر به اندازه کافی نبود، کامیون به اندازه کافی نبود، جاده به اندازه کافی نبود، راهن به اندازه کافی نبود، برق به اندازه کافی نبود، همه اینا تنگناهایی بود که جامعه رو منفجر کرد و در نینجا به اصطلاح و این سرمایه هم ریختن تو توی چیزا پروژه ها، کارگر خارجی و کارکنان خارجی اومد، خودش یه موزل اجتماعی شد، 2-3 میلیون کارگر خارجی اومد که سطح حقوقا رو بردن بالا، فلان سطح کرای مسکن به شدت بردن بالا، و اینا به این بحران مسکن وجود اومد. درست همین بحران ها رو توی حالا شما مطرح کردین کاملا توی جامعه ما هم کاملا چی شد، چرا که این پولایی که به دست آوردن صرف زیر ساخت هم نکرد. الان این دولت آقای رئیسی هم با همچون مشکل رو برو است، مشکل راهن رو برو است که کالای ترانزیتی شمال جنوب با مشکل، کالای کشتی های مول معروف رو در شد دریای خزر کاملا مشهوده، بنده چابهار کاملا مشهوده، با حول بر بوران آب کاملا مشهوده. و چرا اینجوری شد؟ که خب برای که همون چیزی که بیان کرده، ولی تا سالهای بعد از کودتا به شدت ایران رو زیر چیز غارت قرار داد، کنسرسیوم اومد و به سراد چیزهای مختلف و حرکت های
مستشارای آمریکایی اومدن، 40,000 مستشار آمریکایی اومد و خودش بحران کاپیتالیسم رو به وجود آورد. دیگه قیام سر چلیه که اتفاق افتاد به خاطر مشکلات جیب ملی، 1,000 تا چیز شد، حزب توده سرکوب خون شد، همه اینا پیامده کودتا بود. اینا را مصدق انجام نداد. اگر مصدق میخواست کودتا بکنه دیگه به صلاح قتل عام توده ها را انجام نمیداد. تازه مصدق شاه ترور سال 27 بهانه کرد و چکار کرد؟ گفت مذهبی ها ترورش ریخته بودن، چون سه تا وزیر ترور کرده بودن و فلان. بعد آیت الله کاشانی هریمن رو که اومد به پلوش تهدید که ترور کرد، رزمارا ترور شد و اینا. به خود داستان رزمارا پیچیده است که معلومه که خود شاب در کشتنش یک گروبان ارتشی با کلت کشتش و سلاح اون بابا که با تماسبی سلاح کلت نبوده اصلا. حالا بگذره این چیزا. اما دورانی که این مراحل طی کرد با چیزا که پیامدهای اجتماعی عجیبی داشته تو ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی تو جامعه. اما دهه 50 ما شروع میکنیم با قیمت افزایش نفت. که دلیلش هم گفتم به چی دلیل افزایش شد. یه شانس تاریخی برای ایران. خود آمریکا دچار بحران مالی شد. یعنی میخواست از چیز برتون وودز هم بزنه بیرون، پشتوانه طلا رو از دلار ورداره. و همین دلیل دلارهای انباشته شده در دو منطقه بود، در اروپا، در ژاپن. و این آمریکا نمیتونست قدرت رقابتش رو بعد از 20 سال دست داده بود. در نتیجه باید دلار رو برمیگرد آمریکا، در نتیجه باید انرژی رو بالا میبرد تا به اصطلاح چیکار بکنه، بیاد ایران دلار رو، بیا عربستان، بیا اینجا. و تنها کارهایی که داشت اسلحه بود و مستشاری. در نتیجه این منطقه رو میلیتاریستی کرد تا کار کنه اون دلارهایی که در ژاپن و در فرانسه و در آلمان بودن اینجا رو بکشه تو خاورمیانه، بعد از خاورمیانه با قراردادهای نظامی اینا ببره. این اتفاق افتاد. ولی در صورت مسئله که بیان کردیم در زمینای چیز کاملا قابل فهمه. میفهمید اینا؟ بله. اگه رد کشش آره من یه مقداری رو خریدم، ولی خب آقای غریب نژاد کلا میپره، یعنی میاد از وضعیت امروز شروع میکنه. درسته کاملا. میگه که خب این علتش چیه؟ علتش اینه که نفت ملی شده. کل این داستانا رو کلا فاکتور رو خب این هم هست، یعنی بخوایم درست شیادی کنیم ربطی به ملی شدن و صنعت نفت داره اصلا. خب این چیز اتفاقایی که این وسط افتاده به اونا رو باید در نظر بگیم. آره خلاصه این مسئله‌ای که ما الان داریم به این سو رده که یه دیمیان پهل وارونه میزنن، آدرس غلط میدن و انگیزهشون هم اینه که میان این بحث ها رو مطرح میکنن. این کاربرد رو نیز داره یه ربطی بحث و تاریخ هایی و هم نبود. نه نمونه همین چیز ابر کلاهبردارانی که تو جمهوری اسلامی درست شده به خاطر سیاست های آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و آقای روحانی و آقای اینا اصلا شاهکاره. یه نمونهش یکی از ابر به سلاسه بدبندان یا ابر فاسدان هست که دادگاهش کردن. یکی از این نمونهاش به نام پرونده فاسد رستمی صفا نشون میده که از محوقات اعلامی بانک مرکزی مرتبط با این فرد بوده که شاهکاره. در صورت رستمی صفا در میان دوستان خودش فردی معروف است که
پول رو میگیره و هیچگاه پس نمیده، پشت سرش هم نگاه نمیکنه، از بانک یا از شخص ایشون. در صورت به گفته شده که انگیزه اصلی او از حضور در اتاق ایران ایجاد یک برند ویژه برای پیوستن به اصطلاح پیوسته خاص اقتصادی و دور زدن به اصطلاح نظام بانکی کشور بوده که صورت گرفته. به عنوان مثال اینا به عنوان کارآفرین معرفیش کردن و رستم دستان اصلا معرفیش کردن، ژنرال اقتصادی کارآفرین نمونه یا مدیر تراز بخش تراز اول بخش خصوصی از جمله تعابیری بودی که معمولا اینجوری هم رفسنجانی سردار سازندگی گفتن، در صورتی که سردار ویرانی ایران این از خودش و تا خود ترکش گنوزم ولکن نیستم و طلبکارم هستم، از سفره انقلاب به سهم عظیم بردم و ولکنم نیستم. یا آقای ظریف برو سردار بازندگی است که امیر کبیر ایران در دیپلماسی صد سکه ترام میشدن که شاکار کرده اونجا به خنده کری اعتماد کرده. یا یکی دیگه آقای عراقچی فکر کنم با گریش وندی شرمن قش کرده فلان کرده، زود دویده گفته ناراحت نشین. اینجور چی دار بین سرداران و سازندگی، سرداران جنرال های اقتصادی و اینا خبرگزاری اینا که نزدیک به اصلاح طلبانم و فکر کنم آقای ربیعی هم که یک چیز امنیتی بوده و کابینه روحانی هم نقش کلیدی هم داشته و در پاییز 91 گفته رستم صفا قهرمان اقتصادی است، وارد کننده معرفی کرده که وارد کردن اتهامات وای موجب آزردن روح و روان شخصیت میشه، شخصیت های قائم قابل احترام و کارفرمای نمونه یا همچون واژه‌ای. حالا شگفتی هایی که کارآفرین همچون رستمی صفا قهرمان اقتصادی است، اینه ایلنا در حالی که برخی رسانه های به اصطلاح قهرمان اقتصادی معرفی میکنن جنرال اقتصادی، من این جنرال هایی نه تمام مثل آخوندی، مثل که زنگنه، مثل اینا همه اینطوری عذاب در میان. برای این نمونه فرد که آخر کارنامش جوری هست، داره این بخش از کارنامش جالب است که به اصطلاح چجوری این امتیازاتی که در رابطه با گرفتن حق ویژه، یعنی زمین با به اصطلاح چیز گرفته سوبسید، زمین مجانی، زمین برای کارخونه میخواد، رستمی صفا در حالی به دنبال خرید بلوک سهمی بانک پارسیان بوده که در آن زمان بیش از 40% موافقات بانکی از مال خودش بوده. در صورت ایشون آرتگر بیت المال بوده، گفته میشه که کارخانه‌ای در ابوظبی امارات، کارخانه‌ای در منچستر انگلیس، یک کارخانه در تگزاس آمریکا از جمله دارایی است که به همین شیوه به دست رستم صفا چیز کرده، با ارز مملکت رو به اصطلاح برای کالای اساسی و اینجور چیزا با استفاده از اینا برای واردات پیشران‌های تولیدی و ماشینا رو ارز گرفته برده خارج و در صدی موجوداتی ابر تبهکار رو این ارز ترجیحی برای این به وجود اومد. بر اساس اظهار نظر متهمان پرونده
تسهیلات دریافتی بانک‌ها را صرف امور شخصی، ارسال منابع به خارج کشور، دسترسی شرکت‌های کاغذی کرده. فقط در این فقره 16 شرکت را با تسهیلات چینی تأسیس کرده و بسیار چیزایی که بسیار به دست آورده و بسیار دلارهای ارزی و چیزا در صورت اینا تونستن در حدود 381 میلیون و 754 هزار یورو 96 میلیون خود 200 خود هزار دلار 1 میلیارد و 514 میلیون میلیارد ین ژاپن و 19 هزار دو خورده دلار امارات اینا رو به دست بیاره یه از این ارزایی که به چیز کرده و به شبکه پدیدی وجود آورده و اینا از همون چیزایی است که آقای غنی نژاد کارفرمایان و خصوصی بخش خصوصی ازشون دفاع میکنه اینه و به اصطلاح آقای سلاورزی آقای در چین کانون هایی است و آقای مرعشی هم با افتخار از این بخش ها دفاع میکنه. این وضعیتی است که مملکت وجود آورده. یعنی این سیاست الان هم فکر میکنم که با پیشرفت هایی که تو سیاست خارجی وجود اومده و دلار در صورت چیز فروش نفت به شدت بالا رفته بعد به چین بخصوص و از سطح معاملات با کشورهای همسایه با تو شانگهای تو بریک همه دلار میارن داخل و اینجوری تقسیمش بکنن بین اینا و از کشور خارج میشه. آقای رئیسی میگه باید به اصطلاح ناامیدی و اعتماد رو اساس کار قرار بدیم. خب اتفاقا همین چیز هاست که مردم ناامید میکنه در این دوستی ها غارت ها ایدوستی ها بگه نه عمل کرده این دولت در مجموع خوبه ولی این که قاطعیت نداره. اگر تو چین بود این آدم رو 6 بار اعدام میکرد. آخه مردم سوالی میکنم میگن یکی گوسفند میدوزه دستش قطع میکنن، یه کسی دوزی معمولی میکنه دستش قطع میکنن، ولی این چین ابر جنایتکاری به سبا خودش و بچه هاش و پسراش و خانواده شو چین چیزهایی میکنن به سبا حبسش میدن نهایتش اگه گیر بیفته حبسش میدن. این وضعیت هست. بله، البته یه بار قبلا صحبت کردیم یه زمانی بود که اینطوری بود، اینایی که خورده پا بودن مجازات می شدن، مجرمین خورده پا مجازات می شدن، این درشت ها در می رفتن. بعد گفتن که نمیشه که خورده پاها رو مجازات میکنین، درشت ها رو ول میکنین. بعد خب طبیعتاً همه انتظارشون این بود که اون درشت ها هم باهاشون برخورد بشه، ولی الان اینجوری شده که با اون خورده پا هم دیگه کاری نداره، کلن همه آزادن دیگه. وضعیت کشوری همچین حالتی شده، یعنی یه قانون به اون صورت دیگه معنا و مفهوم نداره، خیلی قطعی شده همه چی، ریشته پیدی شده. وضعیت خیلی تقریب و به خصوصی شده، دزدم میگیره پلیس، دزد هم خورده پاش هم باشه، دیوار خونه یکی رفته بالا اینجا میگه آزیه ببخشش اشتباه کرد، حالا قول میده دیگه از دیوار خونت بالا نره بلش کنیم بره دیگه، اون دونه درشتا هم تو جای خود داره. باز دونه درشتا رو اون جایی که منافع سیاسی مطرح میشه، یعنی یه تضادی بین بعضی جناح سیاسی به وجود میاد و یه گروه
میرن شروع میکنن پیگیری کردن از طریق قانونی، اونجوری گیر میدازنشون. ولی اون جایی که یه کسی مثلا یه دهی دارن یه دوزی میکنن و این همه از بغلش دارن میخورن، حتی اگه کاملا خلاف قانون باشه و غارت منافع ملی باشه، اینو کسی کاریش نه. جالبه که این دولت فعلی های رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه بودش دیگه، اوج حقوقدانه. ولی اتفاقا با این شعار هم اومد که من چون دنبال مبارزه با فساد هستم، به این نتیجه رسیدم که منشأ فساد قوه مجریه است، تصمیم گرفتم از قوه قضاییه بیام که قوه مجریه بتونم از ریشه با فساد مبارزه کنم. ولی عملا دو سال که تموم شده، الان تو سال سوم دیگه هستیم از دولت و همچنان تغییر آنچنانی توی این قضیه به خصوص نمیبینیم. قضیه بحث فساد تغییر آنچنانی نمیبینیم. همون آدم ها حتی آدماش هم عوض نشده، همون آدم هایی که توی دولت قبلی مشغول چپاول بودن همچنان هستن. الان شاید یه دیگه ای هم این بغل ها دارن بهرمند میشن از این خان کرم، ولی به هیچ وجه اون تحولی که ما انتظار داشتیم در حوزه مبارزه با فساد نمیدیدیم. متاسف در صورت این وضعیت هم که الان به وجود اومده، همه ذهن ها رفته روی با حجاب و بی حجاب، روی این مسئله و این مسئله اساسی تر اینا باشن پیش نمیره. دستگاه امنیتی کشور با خصوص اون مربوط به سپاه دیگه باید با تروریست مقابله کنه، حجم نیروش بذاره اونجا، با تجزیه طلب مقابله کنه، با فلان، با همه اینا و تمام چیزه اقتصادی هم انگار دستگاه دیگه تمام مختل شده، باید سپاه اینا رو پیدا کنه و دستگیر کنه. و اینجا هم بعضی وقتا پیش نمیره کارش. مثلا در حالی که افکار عمومی به صورت شفاف مستقیم خودش رو بنای مختلف در مورد آقای سلاورزی در اتاق بازرگانی ابراز کردن، الان موقع تصمیم گیری هیئت نظاره بر اتاق بازرگانی و به نمایندگی از دولت است که به وظیفه خود عمل کنه و انتخاباتش رو باطل کنه و پس از این تصمیم به نوعی حامیان پشت پرده سلاورزی باید شفاف بشن، باید روشن بشه. این مثلا یک چیزی که آدم میشن به اصطلاح درگیر شدیم، این مسئله است که خب فائزه از داخل زندان طغیان کرده که در انتخابات شرکت نکنین و فلان به چیز به اصطلاح از این بر افشاگری معاون چیز معاون همتی که راننده آقای رفسنجانی بوده، از رانندگی به رئیس بانک مرکزی و بسر رسیده، یعنی تن هر کس با رفسنجانی خورده مقامات و سهم انقلابش خیلی رفته بالا. یکی هم همین آقای همتیه که بسرا مطرح کرده که این چی بوده معاونش آقای واکنش همتی به ادعای اطلاعات محرمان در بانک صندوق بین المللی پول که میخواستن این وام 4 میلیونی بدن و تمام اطلاعاتی که به درد آمریکا میخورده برای تحریما، برای فشار، برای برنامه‌ریزی گویا داده. همونطور که به شرکت هایی که بعد از برجام اومدن تمام اطلاعات در مورد حوزه نفتی رو
گرفتن. تمام اطلاعات در مورد دور زدن تحریم ها را تمام گرفتن. بعد رفتن ها همش کور کردن، همش چیز کردن و این هم اینجوریه. و با قول من رو گفته که در صورت عبدالناصر احمد در واکنش بین اتحاد در گفتگو با انتخاب اظهار داشته، ضمن اینکه حق شکایت به قوه قضاییه برای خود محفوظ میدارم. چرا شکایت نمیکنه اگر تهمت زده بود؟ این ادعا کاملا دروغ و کذب محضه. ای با بیان این که این قبیل اظهارات به دولت کمکی نمیکنه ابراز امیدواری کرد که کسانی که پشت پرده این ادعای کذب هستن راه جدیدی برای دستاوردسازی دولت متهم کرده که برای دستاورد سازی برای خودش ای اتهام میزنه. این اتهام با اتهام پاسخ داده. خب این تحتی همچه شواهدی که به قول معروف اینا همه پاس میکنن، اطلاع دیده میکنن، مردم ناامید میشن، مردم به اصطلاح چیز میشن. و حالا قوه قضاییه بیاد این دو نفر، یکیش با رئیس بانک بوده که رئیس معاون بانک مرکزی، دو تاشون آدمای گردن کرفتن. خب یکیشون اونجا بخواد که چرا این فضای رو وجود میاری، چرا دروغ میگه، چرا اگر راست میگه تو تکفیر میکنه. و همینجوری هست که به اصطلاح سردرگمی وجود میاره در جامعه. متاسفانه وضعیت بله. حالا این آیه محمد رضا شهبازی یه مجری صدا و سیما بودش که قضیه اغتشاشات پاییز پارسال خیلی با حرارت زیادی از نظام دفاع میکرد و اینها. خب اونم که بحثش همین حجاب بود دیگه، همین دعوای اصلی سر حجاب بود که شما اشاره کردیم به جایی که بحث اصلی و شاشات هم سر همین بحث حجاب را افتاد و یه عده اون طرفی خیلی دور برداشتن، یه عده این طرفی. حالا این آقای مهارت شهبازی اخیرا دیده بودش که یه عده از کسایی که اون موقع خیلی رو فاز براندازی و اینها برداشته بودن و ضد حجاب بودن اینها دارن برمیگردن، میان دوباره تو صدا و سیما اینا. یه ویدیو اعتراضی منتشر کرده بودشون گفته بود، یعنی فراز اصلیشون، جمله اصلیشون بود که گفت آقا ما اسکل نظام مقدس که نیستیم. ولی خب واقعیت اینه. الان مثلا سر همین قضیه حجاب، این تصادفی نیست که این میاد تو محور بحث های سیاسی قرار میگیره. خب یه دهی از این دقیقا استفاده میکنم برای اینکه همین بحث های اصلی مثل همین بحث فساد و اونها رو مسکوت بذارن، این بحث ها مطرح نشه، توجه ها جلب بشه به این مسائل حاشیه‌ای این شکلی از هر دو طرف، چه از اونهایی که مخالف حجاب هستن، چه از اونهایی که موافق و طرفدار حجاب اجباری هستن. هر دوتاشون توشون اون بالاییاشون اون اصلیاشون یه چنین قصه‌انگیزه هایی دارن، این فرشون به بحث اصلی نیست، یه بحث ثانویه که انداختن برای اینکه عوام رو سر کار بزنن. و یه عده دیگه ای که اکثریت هستن میشن همین که این گفت، یه سریشون که این وری هم میشن اسکل نظام مقدس، یه داشتن هم که اون وری هم میشن اسکل مثلا مخالفان نظام مقدس، یعنی سر کار میرن و کلن تو باغ نیستن، فکر میکنن که میدونن داستان چیه، دعوا سر چیه، ولی در از دعوا سر لعاف ملاست، دعوا جای دیگه ایه و اینا سر کار دارن. این مثلا هم هستش دیگه. حالا اینو گفتم، خب یکی دیگه از این دعوایی که هست همین مشکلی که ما اینجا داریم، این ارتباط اون بعضی وقتا قطع میشه، سرعت اینترنت میاد پایین و اینا، ما مجبوریم از همین شیوه استفاده کنیم، تهدید کنیم، بگیم آیه وزیر ارتباطات اگه ارتباط ما قطع بشه ما میریم
این فیلم های روابط نامشروع غیر اخلاقی شو منتشر بکنیم دیگه، اینجوری کنیم شاید. چون همینجوری شده سر آقای شهبازی هم یه همچه اتفاقاتی افتاد که ایشون برگشت و نرفتش بخلا پرکتی میگه. هر وقت این چیزی یک کنسرتی رئیس مدیر کل سابق خوزستان که یک کنسرتی رو لغو کرده گویا که گفته خیلی ها بنده را شهید راه کنسرت عنوان کردن، ما شهید راه وطن، شهید مدافع حرم، شهید مدافع سلامت داشتیم، فقط در راه هنر شهیدن ندادیم، که چه خوبی که ما شهیدان این راه شدیم. تا نیسان آبی در تاریخ خوزستان ضبط بشه، با نیسان آبی اومدن کنسرت رو به هم زدن، گویا نمیدونم چی هست. حالا این همچه چیزای متاسفانه این فضا را چیز میکنم. ما هر چقدر میخواهیم میدونیم هم که توی شرایط به هیچ وجه نباید مثلا جامعه نامید بشه، به هیچ وجه نباید، این یک گذر است که از گردنه داره کشور رو عبور میکنه و تمام چیزها مشخصه در روابط منطقه خاورمیانه، در رابطه با آفریقا، در رابطه با اوکراین، در رابطه با اصلا اینجا شانگهای و بریکس. فردا هم که آقای رئیسی به عازم بریکس، آقای قالیباف هم عازم الجزایر بوده و حالا سه گویا سیاست خارجی جاده همواره به همه میرن و تو مسئله داخلی حالا سه این قضیه پیش میاد و جو جامعه رو میکشونن روی به قول معروف که مثل یه مرتبه همه لباد شناس میشن در عزیشم. این یکی کتاب یا مقاله پدیدار شناسی هگل پدیدار شناسی در مسئله لباد فلانه به قول من کانت عقل خرد ناو مسئله حیات. یه مرتبه کارشناس عجیب از زمین میرویه، همه ذهنها رو بکشونم اینجا و این چیزا. دکارت و آدم اسمیت، ریکاردو خودش اصلا این کاره بوده و میشل فوکو که 100% که این کاره بوده دیگه، در صورت چیزه عجب و غریبی مملکت رو گرفتار کرد. در صورت این وضعیتی است که متاسفانه باش گرفتاریم، ولی من نمیدونم یه خوشبینی خاصی دارم. این است که ایران چنان قوی شده از این نظر مثل نظامی سخت افزاری که هیچ کس جرأت نمی کنه نزدیکش بشه. این خوبیش این است که دخالت خارجی باج بگیری. همین مثل داستان مصدق، کشتی های انگلیسی 70% نفکش های دنیا رو داشت و تسلط بر دریا داشت و میتونست راحت نفت ایران رو توی عمان، یک کشتی ایتالیایی بود که نفت به ایتالیا فروختن، متوقفش کنه و همینجوری. الان جرأت نمیکنه کسی نزدیک کشتی ایرانی بشه و میتونه ایران 2 میلیون بشکه میگن نفت به چین میتونه بفروشه، میگه نیرو دریای آمریکا نمیتونه هلدوری کنه و اینا. از این جنبهاش تمام امیدبخشه، ولی امیدوارم در صورت که این جنبه ها بتونن با سرابت بیشتر، اقتدار بیشتر و برنامه بیشتر و دقیق و باج به این باجخورا ندن، باج تحت عنوان کار فرماوی کارآفرین فران، تمام این القاب اینا ساختگی. در مورد آقای غنی نژاد هم نفهم، آدم اسمیت زمان، ریکاردوی به تمام و چیکار بکنن، شروع کنن به اصطلاح چیز کردن و لقب دادن و گنده کردن و انسان زیر این چیز
دروغ پردازی اونا مقلع میشه که بیا سیاه رو سفید میکنه. بعد این دیگه اوج شیادی که مصدق زندانش رفت، کودتا شدنش، فاطمه رو کشتن، وزراش گرفتن، در صد 50 تا توده تیربارون کردن، 200 تا توده به حبس ابد محکوم کردن. و این 1000 تا پیامد داشته تا سال 57 افسرهای توده ای که از کودتای 28 مرداد بودن تو زندان بودن تا سال 57. اینا رو تمام چیز بکنن، چش در چش مردم دروغ میگه و یه مش نابخردم اورا میکشن براش. و این جامعه اینجوری هست دیگه، مستعد میشه برای به قول من دروغگویی، شالاتان بازی. و بدترین دروغگویی هم این است که یک عالم علمی مثلا به خاطر همین آیت الله دروغ بگه، خب به مراتب خطرناکتره، بدتره. یا دانشمندم دروغ بگه از مرجعیت علمی خودشون یا شبه علمی خودشون استفاده میکنن و چنین دور جهر تاریخ رو بیچاره دانشجو، بیچاره مردم جوان ها اینا تحت تاثیر نباشن و چیز عجیبی در صورت. من اگر صحبتی داریم آقای سپر آخرش انجام بده. و اینکه این دوستانم دیگه با ما به شدت کم لطف شدن، در صورت تحرکی نمیبینم من و خلاصه دارم در موردش فکر میکنم که تجدید نظری کنم در مورد کارمون یا چی کار باید بکنم و در صورت پیروز بشه. اگر شما صحبت دارید. ارزی ندارم، ارزی ندارم، خیلی ممنون. باشه، موفق باشه. خدا حافظ.